با درود و سلام خدمت همه شما عزیزان، خدمت همه شما هموطنان و دوستان گرامی و ارجمند ما. امید که هر جایی که هستین خوب و خوش و صحتمند باشین، همراه فامیل، همراه خانواده از صحتمندی و سلامتی برخوردار باشین. و چقدر خوشحال هستیم که ما و تیم کلیسای آریانا به همه شما خوش آمدی بگیم. خدا را شکر که باز هم با همدیگه میتونیم در کلیسای آریانا با همدیگه یک دل و یک رای خداوند پرستش کنیم. خوش آمدین همه شما عزیزان که همیشه با ما هستین و شمایی که اولین دفعه هست که در جمع برادر خواهرای ایمانداریتون قرار میگیرین تا با همدیگه در این شناخت در این پرستش همراه ما باشین. خوش آمدین عزیزان دل خداوند. همینطور یک سلام خاص و یک خوش آمدی خاص بر تمام عزیزانی که در آینده میخواین که جلسه کلیسای را میبینن، میشنون و از این پرستش، از این کلام، از این موعظه لذت میبرن. خداوند همه شما عزیزان برکت بده و صلح و سلامتی خداوند با شما هم باشه. چقدر خوشحال هستیم که زمینه های اینترنت و سوشال نتورک ها برای ما این زمینه را فراهم میکنه که راحت تر با هم دیگه باشیم. از اقسام و نقاط جهان، از افغانستان، ترکیه، پاکستان، استرالیا، امریکا، اروپا، هر جایی که هستین با ما و تیم کلیسای آریانا میخوایم از صمیم دل به شما خوش آمدی بگیم. و خدا رو شکر که نه تنها امروز با هم دیگه هستیم بلکه در بین هفته هم میتونیم با هم دیگه باشیم. همین شماره تلفنی که در پایین صفحات تلویزیون، تلگرام، کامپیوتر و تلویزیونایتون میبینین، میتونین در طول هفته با ما در ارتباط باشین و با ما بگین که چطور میتونین شما عزیزان خدمت کنیم. در هر قسمتی که شما نیاز داشته باشین مطمئنن عزیزان هستن، ما هستیم که شما عزیزان را خدمت کنیم. اطفال، بانوان، برادرها، مطالعه کتاب مقدس، تعلیم از کلام خدا و همینطور با هم دیگه پرستش کردن. و خدا رو شکر برای تمام فرصت هایی که خداوند قرار میده تا با هم دیگه باشیم، در این مشارکت روحانی با هم دیگه به پیش بریم. چند روز پیش وقتی که میخواستم برم برای خانه سودا بخرم، بچه روزی مکت خودم بردم و یک ذره زمان گرفت و طولانی تر شد. بچه روزی بسیار مانده شده بود و یک سر پرسان میکرد کی میریم مادر خانه، کی خانه میریم. و من گفتم میریم خانه بچه. وقتی که آمدیم خانه، پس آمدیم گفت خدا را شکر که دیگه در دکان نیستیم و آلی در خانه هستم. گفتم چرا قدر مانده شدی؟ چرا قدر رقمی گفتی؟ گفت به خاطر که خانه جایی است اگه من میتونم که سامانای بازیم بازی کنم، میخوایم اگه خواب میخوایم بکنم، اگه نان میخوایم بخورم، میخوایم میتونم بدوم، میتونم هر کاری بکنم، اما در بیرون نمیشه مادر جان. و این چقدر جالب بود برای من که حتی امو اشتوک بودن امنیت در خانه را احساس میکنه، خوشی که در خانه هست را احساس کرده و درک کرده. و برای من جالب بود که وقتی که فکر میکردم در این خانه بودن، و همه شما این تجربه را دارین، حتی در بهترین هتل اگر بودین، حتی در بهترین جای تفریحی و یا خوشگذرانی بودین، وقتی که پس آمدین خانه یک لذت، هر چند که خانه حقیر باشه، هر چند که بسیار فقیرانه باشه، اما یک آرامشی هست، یک خوشی در اونجا هست که هیچ جای دیگه نمیتونی اون رو پیدا کنی. و از وقتی که در خانه قرار میگیریم از تشویش های بیرون، از هیجانات، از او شلوغی و بیروبار بودن بیرون، از او ناامنیت یا میتونیم دور شویم و در خانه قرار بگیریم. و چقدر زیباتر ای است که وقتی که ما همه ما جمع میشیم و در خانه خدا قرار میگیریم تا با هم دیگه در این امنیت، در این پرستش ها صلح و آرامی خدا را تجربه کنیم. چقدر زیبا هست که وقتی که ما در خانه خدا قرار میگیریم، در این مکان قرار میگیریم، با جمع ایمانداران قرار میگیریم، این جمع مکانی هست که خدا قرار داده تا با هم دیگه پرستش کنیم. این هم میشه خانه خداوند تا با هم دیگه در این امنیت ساکن باشیم. خدایی که ما را میبینه، پرستش های ما را و نیایش های ما را، حمد و ثنای ما را میشنوه، میخوایم بگم که این
جمله بچه رزم بسیار برای من لذت بخش بود. خانه یعنی حضوری که در دیگه جای نمیتونی پیدا کنی، آرامشی که در دیگه جای نمیتونی پیدا کنی، خوشی که در دیگه جای نمیتونی پیدا کنی، اما در خانه میتونی. در امروز میخوایم که از شما دعوت کنم برادر من، خواهر من در عیسی مسیح، بیاین که با هم دیگه در خانه خداوند ساکن شویم، بیاین که با هم دیگه ای خداوند پرستش کنیم، که امنیت ما در خداوند هست، خوشی ما در خداوند هست و او است که ما را قوتی تازه میبخشد. بیاین یک قسمت از کلام خدا را که در زبور 84 آیت 10 را با هم دیگه بخوانیم و با هم دیگه پرستش کنیم و در این خانه ساکن شویم. آمین. در زبور 84 اینطور میگه: زیرا یک روز در صحنهای تو بهتر است از هزار در جاهای دیگر. دربانی خانه خدایم را ترجیح میدهم بر سکونت در خیمه شرارت، زیرا یهوه خدای آفتاب و سپر است و یهوه لطف میکند و عزت میبخشد. او هیچ چیز نیکو را دریغ نمیدارد از آنانی که در راستی گام برمی‌دارند. ای خداوند لشکرها، خوشا به حال کسی که بر تو توکل می‌کند. خوشا به حال ما و شما که امروز در خدا خانه خداوند ساکن هستیم. خوشا به حال ما و شما که امروز می‌تونیم به راحتی خداوند ما رو پرستش کنیم و از حضور از او لذت ببریم. خداوند امروز دعا می‌کنم که این پرستش های ما، خداوند این بودن ما در خانه تو، عزیزان ما را و مرا خداوند امنیت و شادی و خوشی عطا کنه و این پرستش های ما مثل یک بخور خوشبو به حضور تو بیای پدر جان. تو رو شکر میکنیم در نام خدای پدر. آمده ای به حضور قدوسم، خدای قدوس پرستی ماست، خم شوی در حضورت. خدای پدر آمده ای به حضور قدوست، خدای قدوس پرستی ماست، خم شوی در حضورم. می پرستی پدر تو را، خدای قدوس پرستی ماست، خم شویم در حضورت. تو را می پرستی پدر زورا، می پرستی
حقیقتا تو رو میپرستیم پدر جان، به حضور زیبای تو آمدیم، به خانه تو داخل میشیم، به صحنهای تو، به قدس و لقداس تو داخل شده و تو رو میپرستیم. تو رو شکر میکنیم که امروز خداوندا قوتی، کلام تو میگه قوت تو خوشی ما هسته خداوندا. خداوندا در امنیت ما در حضور توسته خداوندا. تو رو شکر میکنیم که میتونیم همه ما در هر جایی که هستیم تو رو بپرستیم. و خداوندا مثل مزمور نویس میگه یک روز در حضور تو بودن، یک روز در خانه تو ساکن شدن بهتر از هزاران شب و روزی که در جاهای دیگه، در مکانهای دیگه باشیم. خداوند تو رو شکر میکنیم برای که امروز فراهم کردی، فیض بخشیدی تا در حضور تو حاضر شویم و با برادرها و خواهرای ما در ایمان پرستش کنیم، در ایمان رشد کنیم و در ایمان ما خداوند به تو قوی تر شویم. تو رو شکر میکنیم و در نام عیسی مسیح، آمین. در مرتهای سرسبز مرا میخوابانی، نزد آبهای راحت جانم سیر گردانی. جان من تشنه روح تو، مشتاق آن حضور تو. در مرتهای سرسبز مرا میخوابانی، نزد آبهای راحت جانم سیر گردانی. جان من تشنه روح تو، مشتاق آن حضور تو. در تو میمانم، از تو در کلام پاکم، قوتی نو میابم من نزد پاهایم. جان من تشنه روی تو، مشتاق آن کلام تو. شادی من همه در توست، در کلام پاکم قوتی نو میابم نزد پاهایم. جان من تشنه روی تو، مشتاق آن کلام تو. در تو میمانم، از تو همده تو باشم.
حقیقتا شکر برای از این سرود زیبایی که در تو میمانم و از تو میخوانم. مثل از این مضمون نویس که میگه یک روز در صحنهای تو بهتر از هزار روز. و ما هم این سرود را خواندیم و اعلام کردیم که خداوند مرا قوت ببخش، ایمان مرا مدد کن که در تو بمانم و از تو بخوانم و از حضور تو لذت ببرم و از حضور تو پر شوم. و دعا میکنم که قوت روح القدس با همه شما عزیزان و با ما باشه و ما رو برکت بده. خدا رو شکر کلیسای خداوند که با هم دیگه این پرستش های ما رو میتونیم ادامه بدیم. قسمتی از پرستش های ما سرود خواندن است، اما قسمت دیگهش از شنیدن از کلام خدا. و خدا رو شکر میکنیم برای برادر عزیز ما دانیال عزیز که خداوند او رو انتخاب کرده که از کلام خدا برای ما تشریح کنه و کلام خدا را در اقتدار و محبت در با ما در میان بگذاره تا ما از کلام خداوند هم برکت بگیریم. همه ما میخواییم که با هم دیگه و برادر دانیال عزیز خوش آمد بگیم. برادر دانیال عزیز سلام میگیم به شما، مانده نباشید. برکت خداوند ما عیسی مسیح با شما برادر عزیز باشه. خدا را شکر برای وجودتان که در این چند هفته ما را برکت میدین و چقدر لذت بخش است وقتی که همه ما با هم دیگه از کلام خدا میشنویم و با هم دیگه پرستش میکنیم. مانده نباشید و همه ما دعای ما ای است که مسح خداوند، قوت خداوند با شما باشه و با ما که شنونده هستیم باشه، که فقط شنونده نباشیم و عمل کنیم در این کلام. خداوند شما رو برکت بده برادر جان و همه ما مشتاق هستیم که از کلام زنده خداوند بشنویم. بفرمایید. سلام خواهر شهناز عزیز، تشکر از شما در این هدایت و دعا، بسیار عالی. خداوند شما رو برکت بده و همطور سلام میکنم به همه شما عزیزان و همراهان گرامی در کلیسای آریانا. میدانم که هر کدام شما در هر جایی که هستید، در هر زمانی که با هم در این مشارکت هستیم، به این فکر میکنید که لحظات خوبی را برای خود بسازید و این ساختن شاید بیشتر ما را درگیر از این موضوع میکنه که ما داریم تلاش میکنیم با بودن در این شرایط، بودن در این مشارکت ها، یک زندگی بهتری برای خود بسازیم. هدف همه ما همی است که از تمام ابزارها و امکانات و شرایط و زمانهایی که داریم درست استفاده کنیم تا او چیزی رو که برای خود میسازیم، برای زندگی خود میسازیم، برای خانه خود میسازیم بهترین باشد. من یادم میاد که من و همسرم بارها و بارها تلاش کردیم که یک خانه نو بسازیم و هر دفعه که ما در دورانی که مهاجر بودیم و از یک شهر در دیگر شهر میرفتیم یا از یک کشور در دیگر کشور میرفتیم، تجربیات بسیار متعددی را کسب کردیم در ساختن خانه. وقتی که موضوع ساختن خانه مطرح میشه، خب بسیار فکر ما میره به سمت موضوعاتی که مربوط به وسایل خانه است، نفهم نیازهایی که هست، مثل زمانی که یک خانواده شکل میگیره، یک عروسی شکل میگیره و خانواده ها تلاش میکنن یک جهازی بخرن، یک جهازی بخرن برای از اینکه نیازهایی که در اون خانه هست برطرف شود با این وسایل، با این ابزارها. و به سرعت توجه ما یا افکار ما میره سمت نیازهای از این قبیل. ولی خب وقتی که در همین ابتدای جلسه امروز من اشاره کردم، ساختن خانه فقط مختص به این نمیشه که ما ابزارهای او خانه رو برطرف کنیم و یا یک خانه فیزیکی بسازیم، و بیشتر شاید ساختن خانه ما رو ببره به سمت او آرامش و آسایش، او فضای امن، او رابطه‌ای که در شفافیت و در سلامتی هست، او روابطی که بین زن و شوهر هست، روابطی که بین پدر و مادر و فرزندان و یا فرزندان با پدر و مادر هست. او خانه
یا او ساختن خیلی میتونه مورد توجه بیشتر قرار بگیره. بسیار از ماها تلاش میکنیم که یک خانه بسازیم که از همه ابزارالات و امکانات، از همه اونها بتونیم بهتر استفاده کنیم، ولی چقدر تلاش میکنیم که خانه ای که میسازیم یک محیط امن و آرام باشد. برای زمانی که فرزندان از مکتب میآیند و پناه میبرند در او خانه، برای زمانی که همسر از سر کار میآید و پناه میبره به او خانه، و برای که یک همسر، یک زن در یک خانه کار میکنه، تلاش میکنه او خانه رو مرتب میکنه، میخواد یک فضای امنی را مهیا بکنه برای فرزندانش و برای همسرش، و یک تجربه عالی رو در کنار هم داشته باشن. پس ساختن خانه میتونه خیلی پر اهمیت باشه و همه ما به این فکر میکنیم و نمیخوایم خیلی عالی روی این مبحث تا این قسمت ادامه بدون، میخوایم خیلی سریع وارد موضوع این هفته شویم. موضوع این هفته در رابطه با خانه خوب و خانه بد هست. کلام خدا در رابطه با خانه خوب و یا خانه بد چه چیزی را به ما یاد میده و یا چه سفارش و یا چه توصیه‌ای برای ما داره؟ یکی از موعظات بسیار معروف عیسی مسیح موعظه بالای کوه هست. حتی کسانی که عیسوی نیستند و یا مسیحی نیستند میدانند که موعظه بالای کوه مسیح یکی از موعظات معروف عیسی مسیح هست که در بالای کوه موعظه را انجام میده و تعالیم بسیار عمیق و کاربردی را به دیگران یاد میده. خود من وقتی که ایمان آوردم یادم است که از باب 7 انجیل متی در موعظه بالای کوه تانستم با او قسمت ارتباط برقرار کنم و قلب من لمس شود با این آیت که چطور عیسی مسیح یک پیام کاربردی داره، یک پیامی که به شیوه زندگی ما گره خورده، به رفتار و کردار ما و یا ساختن زندگی برای خود گره خورده. یادم است که وقتی میخوندم که میگفت بکوبید، بجویید و بطلبید، چقدر این آیت برای من کاربردی بود و با این قسمت قلب من لمس شد. و همینطور وقتی موعظه بالای کوه رو مرور میکنیم ببینیم عیسی مسیح از موارد خیلی بسیاری نام میبره. مثلا میگه شما نور و نمک جهان هستید. نور نمیشه جایی پنهان کرد، چون اگر پنهان کنی اون نور دیگر نور نیست. شما نمک هستید. نمک اگه مزه خود از دست بده دیگر نمک نیست. و یا در رابطه با انبیاء کاذب یا معلمین دروغگو اینطور میگه که اونها را از میوه هایشان بشناسید. درخت خوب میوه خوب میاره، درخت بد میوه بد میاره. و یا اشاره میکنه که نیفون برای دشمنان خودتان دعای برکت کنید، اونها را لعنت نکنید. در رابطه با بخشش صحبت میکنه، در رابطه با طلاق صحبت میکنه، در رابطه با شهوت صحبت میکنه. و این قسمت خیلی کاربردی است. حتی ایماندارا وقتی میخواین بشارت بدن از موعظه بالای کوه استفاده میکنن و میگن این نظر استاد ما هست، این نظر معلم ما هست، این نظر خداوند ما هست که در کلام از او یاد شده و بسیاری از او استفاده میکنن. خود عیسی مسیح وقتی که این موعظه بالای کوه را مطرح میکنه و بسیاری در پای صحبتهای مسیح نشستن و کلام از او را میشنوند، عیسی مسیح در پایان باب 7 انجیل متی این موعظه را ایرقمی تمام میکنه، ایرقمی موعظه را خاتمه میده که با یک مثلی شروع میکنه که در اون مثل از دو تا خانه صحبت به میان میآید. و از این خاطر است که من گفتم خانه خوب و خانه بد. در دو تا ترجمه و تفسیر به دو گونه متفاوت یا دو گونه مجزایی تعریف شده. جایی گفتن خانه خوب خانه بد، چون این تعاریفی که در ابتدای هر پاراگراف هست، این تعاریف مربوط به ترجمه نیست، این مربوط به او کسی هست که اینها رو جمع‌آوری کرده و برای از اینکه موارد رو بهتر توضیح بده و تشریح کنه، این قسمت رو به عنوان یک تیتر شروع پاراگراف معرفی کرده. از این جهت می‌بینیم در یک ترجمه این قسمت به عنوان خانه خوب و خانه بد مطرح میشه و در یک ترجمه دیگه این قسمت به عنوان معمار دانا و معمار نادان یاد میشه. پس هر دو قسمت میتونه صحیح باشه. من میخوایم این قسمت رو با هم بخونیم و بعد از او
این قسمت رو با هم تفکیک کنیم، دستبندی کنیم و ببینیم عیسی مسیح در این کلام چطور موعظه بالای کوه رو جمع‌بندی میکنه و چه توصیه‌ای برای ما شاگردان و پیروان خودش داره. باب 7 آیه 24 تا 29. پس هر که این سخنان مرا بشنود و به آنان عمل کند همچون مرد دانایی است که خانه خود را بر سنگ بنا کرد. چون باران بارید و سیل‌ها روان شد و بادها وزید و بر آن خانه زور آورد خراب نشد، زیرا بنیادش بر سنگ بود. اما هر که این سخنان مرا بشنود و به آنها عمل نکند همچون مرد نادانی است که خانه خود را بر شن بنا کرد. چون باران بارید و سیل‌ها روان شد و بادها وزید و بر آن خانه زور آورد ویران شد و ویرانیش عظیم بود. چون عیسی این سخنان را به پایان رسانید مردم از تعلیم او در شگفت شده بودند، زیرا با اقتدار تعلیم می‌داد نه مانند علمای دین ایشان. خیلی عیسی مسیح جالب شروع میکنه. از کلمه که ما در این ترجمه میخوانیم میگه پس، یعنی که میگه پس بعد از تمام این مواردی که در این تعلیم برای شما، برای یکایکتان گفتم، برای تعداد بسیاری که در پای تعالیم عیسی مسیح نشسته بودند و گوش میدادن، عیسی مسیح از این کلمه استفاده میکنه و میگه پس با تمامی این مواردی که برای شما گفتم، پس هر که این سخنان مرا بشنود و به آنها عمل کند همچون مرد دانایی است. در این قسمت میبینیم که عیسی مسیح اشاره به دو تا مرد میکنه، مرد دانا و مرد نادان، و به تعبیری که ما در ابتدا گفتیم معمار دانا و معمار نادان، و یا به یک تعبیر دیگه که اگر او را ما باز ببینیم، خانه خوب و خانه بد. با هر کدام از این سه تا مورد که ما بتونیم ارتباط برقرار کنیم و هدف مسیح رو از این توصیه بتونیم بهتر درک بکنیم. همه ما به این فکر میکنیم که یک خانه خوب برای خود بسازیم، و وقتی یک خانه رو میسازیم خود ما در اون خانه ساکن میشیم، یعنی در جایی ساکن میشیم که اون رو ساختیم. در روابط ما با دنیای پیرامون، عزیزان ما، کسانی که هستن، ما میتونیم بعضی وقتا یک سری قضاوت ها بکنیم، و شاید من وقتی که دارم این قسمت ها رو عنوان میکنم نه از خاطر قضاوت کردن باشه، نه، میخوایم برگردیم به اون قضاوت هایی که بعضی از اوقات ما انجام میدیم. وقتی وارد یک خانه میشیم و روابط بین زن و شوهر و فرزندان و پدر و مادر و این رابطه ها رو بین یک دیگهشان میبینیم، نظم و انضباط و مرتب بودن اون خانه رو میبینیم، وقتی که از اون خانه برآمدیم تعریف میکنیم، میگیم عجب خانه خوبی بود، چه رابطه خوبی با هم داشتن، چه شادی و آرامشی در این خانه بود، چه مشارکتی بود، مشورت بود، مشارکت بود، رفتار توام با احترام بود، و از اون خانه تعریف میکنیم. شاید تعریف ما بیشتر متمرکز بر روابط و رفتار و او فضای او خانه بود، نه روی ابزارالات و ماشین کالاشویی و یخچال و نمیفهم اجاق گاز و یا هر آن چیز دیگه. نمیفهم قاشقایشان چرا خم است، نمیفهم ظرف و ظروفشان چرا خم است. نه، وقتی ما میخوایم یک ارزشی به خانه بدیم اصلا اونها رو دیگه در نظر نمیگیریم، میگیم دیدید چقدر خوب با هم صحبت میکردن، دیدی چه احترامی ما بین از اینا بود؟ دیدی چه یک خوب خانه برای خود جور کرده بودن؟ برعکسش هم میتونه باشه. وارد یک خانه بشیم که مجلل همه چیز در اون خانه پیدا میشه و رقم یک قصر واری است. ولی همه که میری میبینی هیچ احترام نیست، هیچ عزت نیست، هیچ آبرو نیست، رفتاری توأم با پریشانی، توأم با بداخلاقی. نه، من یک چیز کلی نمیگم که ما بخوایم قضاوت کنیم بگیم که این خانه ای رقمه بود، نه، دارم از یک سری معانی و یک سری شرایط میخوایم استفاده بکنم برای از اینکه بتونیم بهتر درک بکنیم که خانه خوب یعنی چی و ما داریم روی کدام قسمت تمرکز میکنیم و بیشتر داریم تلاش میکنیم کدام قسمت رو بهتر نشان بدیم برای درک بهتر. چون مسیح هم داره روی از این قسمت تمرکز میکنه. مسیح روی ابزار داخلی خانه تمرکز نمیکنه. هدف مسیح این هستش که به ما یاد بده خانه خوب
بر روی چه شالوده‌ای بنا میشه؟ بر روی خود مسیح بنا میشه. چون مسیح آرا و نظرات و تعالیم خود در موعظه بالای کوه عنوان کرده. یعنی شما اگر چیزی را میخواهید بنا بکنید، روی از این تعالیم است که باید بنا کنید، که این تعالیم خود من هستم. من دارم چیزهایی را به شما تعلیم میدم که او تعالیم من هستم. من دارم خود برای شما تعلیم میدم و شما دارید مسیح رو یاد میگیرید. پس کسی که داره مسیح رو یاد میگیره، خانه رو داره روی مسیح بنا میکنه، نه روی چیز دیگری. پس من از این تعابیر استفاده میکنم برای از اینکه بهتر بتونیم درک بکنیم خانه‌ای که روی مسیح بنا میشه یک خانه ای است که شاید ابزارالات خیلی خود نشان نمیده، روابط است که خود نشان میده. او ارزش معنوی از او خانه هست، نه ارزش ظاهری و یا قیمتی یک خانه. پس یک وقت اگر وارد یک خانه میشید که میبینید خیلی مجلل است، قصر است، ولی روابط به هم ریخته، احترام نیست، عزت و آبرو نیست، آرامش آسایش نیست، در اون خانه هر چیزی پیدا میشه جز آرامش، جز امنیت، جز آسایش. عیسی مسیح داره اشاره به یک همچین موقعیتی میکنه و از این خاطر است که با این آیه شروع میکنه. پس هر کس یا هر که این سخنان مرا بشنود و به آنها عمل کند، همچون مرد دانایی است که خانه خود را بر سنگ بنا کرده و این سنگ خود عیسی مسیح است. با این آیت میخواییم وارد قسمت اول مبحث امروز شویم. خیلی از شماها میدانید که پی یک خانه، اساس و شالوده یک خانه چقدر مهم است. همه شما تجربیاتی دارید در ساختن خانه. بعضی از شما مهاجر هستید، در کارهای ساختمانی سال تجربه داشتید. بعضی های شما زراعت پیشه هستید در افغانستان و بارها و بارها گلمالی کردید، خانه جور کردید، مشارکت کردید در ساختن خانه. پس میدانید که پی یک خانه چقدر ارزشمند است برای یک خانه که قرار است او خانه ساخته شود. مورد اولی که من میخواییم به او اشاره کنم این هستش که امنیت یک خانه چطور سنجیده میشه. ما چرخم میتونیم امنیت یک خانه را بسنجیم؟ وقتی که دقت میکنیم یک خانه ساخته میشه، همونطور که بسیار از شما میدانید، پی از این خانه که او شالوده هست، که خانه یا دیوارها روی از او استوار میشه و چتر خانه روی دیوارها استوار میشه، او پی چقدر مهم هست. چطور او را میکنن، چطور او را اندازه گیری میکنن، با چه حجمی باید ساخته شود، با چه اندازه‌ای باید ساخته شود، از چه سنگ و موادی یا فلزی باید کار برده شود تا این پی یک پی مستحکم باشه، چون خانه قرار روی از او پی ساخته شود. حالا این پی در داستانی که ما داریم با هم میخوانیم خود عیسی مسیح هست. از این خاطر مورد اولی میتونه باشه که امنیت خانه شما بر روی چه پی ساخته شده، بر روی چه اساسی ساخته شده. امنیت این خانه همون خانه معنوی هست که شما باید در نظر بگیرید، ولی عیسی مسیح داره از یک مثال فیزیکی استفاده میکنه، از یک خانه که قابل لمس است، ما میتونیم درک بکنیم. پس امنیت این خانه که میتونه مورد اول باشه، روی چه پی، روی چه بنیانی و یا روی چه شالوده‌ای ساخته شده. عیسی مسیح به این موضوع خیلی اهمیت میده. میدانم که شما هم اهمیت میدید و این چقدر میتونه برای ساختن یک خانه مهم باشه. چون اگر پی و اساس پوسیده باشه، اگر پی و اساس سست باشه، اگر پی و اساس درست نباشه، او خانه چپه میشه، او خانه ارزش نداره، او خانه به سرعت از بین میره، دیوارایش ترک میخوره، چتش فرو میریزه و هر کسی که در او خانه باشه از بین میره. پس این میتونه خیلی مهم باشه، پی و شالوده یک خانه بر چه چیزی استوار هست. عیسی مسیح وقتی داستان رو شروع میکنه و تقسیم بندی میکنه بین معمار دانا و معمار نادان، اشاره به همین موقعیت میکنه که معمار دانا بر روی سنگ میسازه و معمار نادان بر روی ریگزار، بر یک منطقه سست، بر روی خاک جور میکنه که او خیلی سست است و با باد و باران و سیل او خانه از بین میره. وقتی داستان رو میخوانیم میبینیم عیسی مسیح اشاره به دو موقعیت میکنه.
دو خانه، خانه خوب، خانه بد. اشاره به دو مرد میکنه، مرد دانا، مرد نادان. و یا اشاره به دو معمار میکنه، معمار دانا، معمار نادان. پس وقتی که میبینیم در این قسمت بندی قرار میگیریم، میتونیم نقاط تشابه و مثل هم بودن این اشخاص و این خانه ها رو هم در نظر بگیریم. چه نقطه های تشابهی در این دو قسمت یا این دو موقعیت هست؟ وقتی که میبینیم هر دوی اونها که در پای سخنان مسیح نشستن و دارن سخنان مسیح رو میشنوند، پس هر دو معمار و یا هر دو مرد شنونده تعالیم مسیح هستند. هر دو دارن از مسیح میشنوند، دارن تعالیم او را یاد میگیرن و هر دو ساختن خانه را یک ضرورت میدانن و میدانن که نیاز به یک خانه دارن برای زندگی. پس هر دو میدانن که باید یک خانه بسازن برای خود. هر دوی آنها، هر دوی از او خانه و یا هر دوی از او معمار و یا هر دو مرد در برابر یک سری آزمایش ها قرار میگیرن، در برابر باد و باران و سیل قرار میگیرن. پس این نقاط تشابه از این خانه است. موضوع دیگه ای که میتونه باشه، هر دوی از اون معمارها خانه میسازن، هر دویشان خانه میسازن و هر دویشان در اون خانه ساکن میشن. این هم میتونه یک نقطه تشابه باشه در این داستان. حالا چه نقاطی هست که میتونه متضاد باشه، میتونه متفاوت باشه؟ قسمت هایی که میتونه متفاوت باشد، یکی از این موارد میتونه شخصیت معمارها باشه، معمار نادان و معمار دانا. اینها شخصیت های متفاوتی دارن و شاید میزان برداشتشان یا عملکردشان، رفتارشان، بررسی و ظرافتشان، نکته سنج بودنشان، شخصیتی که قد از او کلان شدن، بزرگ شدن، خانه‌ای که در او بودن، تعالیمی که یاد گرفتن، همه اینها تأثیر گذاشته روی شخصیتشان. پس نقطه متفاوت این دوتا معمار میتونه یکیش شخصیت از اونها باشه. قسمت بعدی میتونه نحوه عمل کردن از اونها باشه. اونها چطور اون چیزی رو که شنیدن عملی میکنن؟ آیا تصمیم میگیرن اون چیزی رو که شنیدن و یا یاد گرفتن رو عملی کنن و یا نه عملی نمیکنن، از یکان جایش تر میشن، عبور میکنن، بعضی جاها با جدیت، بعضی جاها با سهل‌انگاری. پس موضوع بعدی نحوه عمل کردنش هست. شاید معمار دانا با جدیت داره پیگیری میکنه و معمار نادان با سهل‌انگاری و با عدم قطعیت و بدون جدی بودن داره دنبال میکنه. پس این میتونه مورد بعدی باشه که این دوتا معمار با هم متفاوت هستن. و نکته بعدی هستش که این دوتا خانه در دوتا نقطه مختلف ساخته شدن، یکی بر روی سنگ و دیگری بر روی رگزار یا شن و یا یک زمینی که استحکام کافی را نداره. پس اینجا هم قسمت بعدی هستش که میتونه نقطه تفاوت از این داستان باشه. و در نهایت نتیجه نهایی، یک خانه در باد و باران و طوفان خراب میشه و یک خانه مستحکم و پابرجا میمونه. پس ما یک سری نقاط تشابه و یک سری نقاط متضاد رو با هم مرور کردیم. برای چی؟ برای اینکه بتونیم این داستان رو بهتر درک بکنیم و برسیم باز به همون موضوع اولی که مطرح کردیم، نکته اولی که مطرح کردیم. امنیت یک خانه بر روی پی استوار هست و این پی و شالوده است که این خانه را استوار نگه می‌داره. ولی در عین حال شخصیت از این سازنده، او سازنده‌ای که او معماری که داناست و او معماری که نادان هست، هر نحوه عملکردشان، نیازهایشان، برخوردشان با این مسائل، همه اینها کمک میکنه که اونها چطوری خانه را بسازن. آیا این خانه امنیت داره و یا امنیت نداره؟ آیا این خانه را بر روی یک سنگ مستحکم ساختن، بر روی یک پی و شالوده و بنیان و اساس مستحکم ساختن و یا اینکه نه، این خانه را بر روی ریگزار ساختن؟ امروز کلام خدا و عیسی مسیح این از ما و شما پرسان میکنه. ما و شما پی خانه خدا، خانه‌ای که در او قرار است آرامش به دست بیارید، خانه‌ای که در او قرار است با امنیت زندگی کنید، پی از او خانه را بر روی چه کسی استوار کردید؟
بر روی چه افکار و ایدولوژی استوار کردید؟ بر روی نمیفهم افکاری که توأم با شهوت پرستی هست، توأم با جنگ و خشونت هست، توأم با قضاوت هست، توأم با ترس هست، بر روی از این افکار بنا کردید و یا بر روی افکار مسیح بنا کردید؟ بر روی تعالیم مسیح بنا کردید، تعالیمی که در او صلح هست، آشتی هست، عشق هست، محبت هست، رحمت هست، برابری و برادری هست. بر روی چه تعالیمی خانه خود را بنا کردید؟ مطمئن باشید بر روی هر تعلیمی که او خانه را بنا کرده باشید، در او خانه خودتان ساکن میشید. و وقتی در او خانه ساکن میشید، همون چیزی را که ساختید در همونجا قرار میگیرید. و آیا این خانه مستحکم است و یا این خانه مستحکم نیست؟ عیسی مسیح اشاره میکنه هر کس سخنان مرا بشنود و آن را عملی کند، مانند مرد دانایی است که خانه خود را بر روی سنگ بنا کرده، و این سنگ و این شالوده و این پی خود عیسی مسیح است. مورد بعدی که بخوایم با هم مرور کنیم، مورد ای هستش که یک خانه‌ای که ما ساختیم سنجش یک خانه است. مورد دوم، مورد اول امنیت یک خانه بود که با هم مرور کردیم چطور میشه سنجید که خانه امن هست، و گفتیم که اگر ما خانه خود رو بر روی تعالیم مسیح و عمل کردن به تعالیم مسیح بسازیم، یعنی خانه خود رو بر روی سنگ بنا کردیم، بر روی صخره، و این پی خود مسیح هست. و ما فقط میتونیم با مسیح یک خانه خوب بسازیم. با دیگران هم میتونیم بسازیم، ولی آیا در او خانه امنیت هست؟ در او خانه جنگ نیست؟ خونریزی نیست؟ نفاق، قضاوت، محرومیت، محدودیت نیست؟ چیزهایی که ما شاهد از او بودیم در سالهای قبل، در او خانه هایی که ساخته بودیم، و یا در روابط دنیای پیرامون ما، کسانی که خانه های خود ساختن و هنوز هم در او شرایط ساختن و هنوز هم دچار جنگ و خونریزی و نمیفهم قضاوت و خشونت و محدودیت هستند. هنوز هم زنها باید با ترس در خانه زندگی کنند. هنوز هم باید با شرم زندگی کنند. هنوز هم دخترها نباید مکتب برند. و او خانه را ما بر روی چه پی و شالوده و اساسی ساختیم؟ ولی عیسی مسیح ما رو دعوت میکنه که خانه خود را روی ازو بسازیم. مورد دوم میتونم سنجش خوبی یک خانه باشه. ما چطور میتونیم یک خانه را بسنجیم که این خانه خوب است و یا بد؟ عیسی مسیح در همین آیاتی که با هم خواندیم باز هم اشاره میکنه، میگه در آیه 25 میگه چون باران بارید و سیلها روان شد و بادها وزید. اشاره میکنه به سه قسمت. باران، میگه چون باران بارید و سیلها روان شد، و همینطور میگه که و بادها وزید. اشاره به یک شرایط سنجشی میکنه که این میتونه اشاره به چالش های زندگی باشه، زمانی که روابط تحت تأثیر عوامل بیرونی و درونی قرار میگیره و داره خراب میشه، زمانی که آزمایش ها میایه، زمانی که گناه وارد میشه، زمانی که دنیای پیرامون و یا حکومت ها ظلم و جفا میکنن، زمانی که شریر وارد میشه و از هر راهی میخواد بنیان و اساس یک خانه رو خراب بکنه، زمانی که ایمانداران در هر جای دچار جفا هستن، بعضی در افغانستان، بعضی در کشورهایی که به عنوان مهاجر هستن و اونها هم دارن جفا رو تجربه میکنن، زمانی که ایمانداران نمیتونن ایمان خود برالا بگوین، و اینها زمانهایی هستش که آزمایش و سختی ها میتونه یک ایماندار رو دچار چالش بکنه. در این زمان یک ایماندار چه رقم رفتار میکنه؟ اگر با مسیح ساخته باشه و اگر با مسیح زندگی کنه، اگر عیسی مسیح در او خانه باشه، سر از او خانه باشه، در این آزمایش ها تنها نیست. در این آزمایش ها مشورت خداوند رو پیدا میکنه، در مشارکت با ایمانداران، در خواندن کلام، در دعا کردن، در تمامی موارد خدا او را ملاقات میکنه و او را برکت میده، و در این آزمایش ها سربلند بیرون میآید و این خانه ای که با مسیح ساخته ویران نمیشه. ولی دیگر خانه ها چطور؟ با یک چالش، با یک آزمایش، یک دفعه میبینیم که یک اتفاقی افتاده و در او اتفاق
یک زندگی خراب شده و یک زندگی نتونستن خود استوار بکنن. روابط بین زن و شوهر خراب شده، روابط بین فرزند و پدر و مادر خراب شده، قومیت ها با هم دچار جنگ شدن، دچار نژاد پرستی و قومیت پرستی شدن و اینها با هم دچار نزاع شدن و این معیار سنجش یک خانه است. خانه ای که ما تجربه کردیم در این سالها، در سالهایی که پر از جنگ و خونریزی بود، به خصوص نمی سالهای آخر، این خانه ای که ساخته بودیم چه رقم خانه بود؟ آیا این خانه یک خانه ای بود که میتونست خود استوار نگاه کنه در آزمایش ها و چالش ها، و یا ای که در آزمایش ها پیروز نبود، در آزمایش ها و چالش ها دچار مشکل شد، دچار انحطاط شد، فرو ریخت و بسیاری را نابود کرد؟ پس باز هم عیسی مسیح اشاره میکنه معیار سنجش از این خانه چی است. اگر در صبر با امید و ایمان و توکل به خدا داریم ادامه میدیم، اگر در سختی ها همچنان استوار هستیم، اگر در مشکلات و مهاجرت در افغانستان، در بیکاری، در بیپولی همچنان امید و توکل ما بر خداست و ادامه میدیم، رفتار ما با همسر، فرزندان، دنیای پیرامون ما رفتاری توأم با محبت و عشق است، اگر زبان ما زبان لعنت نیست و شکرگزار هستیم و دیگران رو دلگرم میسازیم، مطمئن باشید که او خانه‌ای که ساختید با این معیار سنجش خانه‌ای هستش که بر اساس تعالیم مسیح ساخته شده. قسمت اول اشاره کردیم به امنیت یک خانه، یعنی معیار سنجش امنیت یک خانه. قسمت دوم معیار سنجش خوبی و یا بدی یک خانه، و در قسمت سوم در رابطه با معیار سنجش حفاظت از خانه است. ما چطور از این خانه خود حفاظت میکنیم؟ اگر خانه ما دچار نفهم یک سری نابسامانی ها شود، اگر دچار مشکلات شود و اگر دچار چالش هایی شود که ما رو تحت تاثیر خود قرار بده، ما چطور رفتار میکنیم؟ باز هم در همین قسمت از کلام خدا عیسی مسیح اشاره میکنه، در همین آیت، باز آیه 24، پس هر که این سخنان مرا بشنود و به آنها عمل کند. اشاره به دو قسمت میکنه، شنیدن و عمل کردن، به نوعی اطاعت کردن. کسی که اطاعت میکنه بنیان و اساس این خانه را، چارچوب و حریم از این خانه را حفظ میکنه. خدا در یک انضباطی قرار میده که در اون انضباط خداوند حضور داره. عیسی مسیح در انجیل یوحنا باب 14 اشاره میکنه که هر که مرا دوست داشته باشه احکام مرا نگاه میداره، و بعد باز هم اشاره میکنه میگه اگر کسی به احکام من عملی بکنه، من و پدر آمده با او همخانه خواهیم شد یا با او مسکن خواهیم گزید. اشاره به یک استحکامی در حضور خداوند میکنه. عیسی مسیح میگه که در پشت در استادم، در مکاشفه باب 3 آیه 20 میگه بر در میزنم، هر کس در رو باز کنه من آمده با او همخانه میشم. چه چیزی بهتر از اینکه ما با عیسی همخانه باشیم؟ کی میتونیم با عیسی همخانه شویم؟ زمانی که احکام او رو گوش میکنیم و او رو در زندگی خود عملی میکنیم. اطاعت یک پایه مستحکمی هست که خانه ما را حفظ میکنه. این خانه همچنان حفظ باقی میمونه تا زمانی که به آسمان بریم. در انجیل یوحنا باب 14 باز هم عیسی مسیح اشاره میکنه، میگه دل شما مضطرب نباشه، نگران نباشید، میگه به خدا ایمان داشته باشید، به من نیز هم ایمان داشته باشید، در خانه پدر من برای شما خانه های بسیار هست. او ما رو تشویق میکنه که ما با اطاعت کلام خدا، با عملی کردن تعالیم مسیح، یک پایه مستحکم بسازیم برای خانه های خود. مهم نیست این خانه از خود ماست، این خانه از نظر فیزیکی رو خریدیم، جور کردیم یا اصلا کرانشین هستیم. مهم او خانه ای هست که ما ساختیم، او روابطی هست که ما با یک دیگه خود داریم، در بین یک دیگه خود رفتار میکنیم. عیسی مسیح اشاره مستقیم به این قسمت میکنه که آسایش، آرامش و امنیت ابدی در حضور خداوند هست و ما تنها در او شرایط هست که صاحب خانه خوب میشویم و یک معمار دانا هستیم. و آیه ای هست در کتاب مزامیر مزمور 18 اشاره خیلی زیبایی میکنه به یک شرایط، به یک موقعیت. مزمور نویس در این قسمت مزمور 18 آیه 1 تا 3 میگه ای خداوند، ای قوت من، تو را دوست میدارم، خداوند صخره من است،
دژ من و رهاننده من، خدایم صخره من است که در او پناه می جویم. او سپر من است، شاخ نجات و قلعه بلندم. خداوند را که شایان ستایش است می خوانم و از دشمنان نجات می یابم. دعا می کنم که خانه های خدا بر روی صخره ابدی بسازید. در اونجی امنیت هست، آسایش هست و برکت. در حفاظت خداوند باشید. صخره من است، ملجا و نجات دهنده من. خدایم صخره من است که در او پناه میبرم. سپر من و شاخ نجاتم و قلعه بلند من. خداوند را که سزاوار کل حمده است خواهم خواند. خدا را شکر برادر دانیال عزیز، برای که حقیقتا خداوند نیکوست و چقدر این پیغام هممسیر با پرستش ما بود و با همدیگه از خانه گفتیم و امروز شما از کلام خدا برای ما در مورد خانه گفتیم و خدا را شکر میکنیم برای این کلام زنده، برای روح خداوند که او هدایتگر همه ما هست در تمامی زمانها و در هر جایی که باشیم. خداوند برکت بده برادر دانیال عزیز، شما را و ما را و همه عزیزای ما را که امروز با هم دیگه پرستش کردیم. اگر شما هم موافق باشین، شما در همین راستایی که کلام خدا را با ما در میان گذاشتین، دعای برکت کنین برای کلیسای خداوند که در این هفته این کلام در زندگی های ما با قوت عمل کنه و ما این کلام زندگی کنیم. شما دعا کنین و همه ما با شما همراه میشیم. بفرمایید. بله خواهر شناز جان، حتما دعا میکنیم که همونطور که یه آیه رو با هم خواندیم، هر آن کس که سخنان مسیح رو بشنوه و به آن عمل کنه، مرد دانایی است که خانه خود بر روی سنگ بنا میکنه. پس ما هم متحد میشیم، دعا میکنیم ای خداوند به ما قوت ببخش تا کلام تو را در زندگی خود عملی کنیم. خداوند ما شنونده خوبی باشیم که عمل میکنه، نه شنونده که عبور میکنه. ما شنونده باشیم که کلام تو در زندگی ما جاری است خداوند، قوت میبخشه، میسازه و بنا میکنه خداوند.
دعا میکنم هر کدام از عزیزانی که امروز این کلام خدا را خواندن، مطالعه کردن و در روزهای پیش روبروی خداوند پیش رو کلام تو را میخوانند، خداوندا به آنها قوت ببخشی تا کلام تو را در زندگی خود عملی کنند و خانه های خدا استوار کنند و بسازند. به نام مقدس عیسی مسیح، آمین. خدا را شکر عزیزان برای اینکه با همدیگه بودیم و خدا را شکر برادر دانیال عزیز برای دعای پربرکت که ما را برکت دادین و دعا میکنیم که این کلامی را که امروز با همدیگه شنیدیم قوت و برکت باشه برای همه ما در این هفته‌ای که پیش روی داریم. عزیزان دل خداوند، قوت، برکت و صلح و سلامتی خدای زنده با یکایک که شما عزیزان باشد و بماند. خدا نگهدارتان باشد.